آقا یارو همه کشتارگاه دورش جمع میشن، یارو ترکیده بود افتاده بود اینجوری. سلام علیکم، من رزمینم و امروز اومدیم با یه خاطره تموم کننده، اومدیم کار تموم کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ خاطره، ممنون میشم بنده رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغل رو حتما روی آل قرار بدید و بزنید و یه کامنت انگلیسی هم بگذارین که حسابتون نپره. بدون فوت وقت معطلی بزن بریم سراغ خاطرمون. Let's go. خب خاطره ما این قراره که من یه دایی دارم و با پدر بزرگم کار میکردن، اینا هم قصابن و با پدر بزرگم کار میکردن، میرفتن کشتارگاه مثلا گوسفند و اینا میگرفتن کشتار میکردن، بعد میآوردن توی تهران پخش میکردن. آقا یکی از وسیله کاربردی که قصابا دارن تلمبه است. تلمبه رو میزنن به گوسفند، گوسفند باد میکنن که راحت بتونن پوستشو بکنن. یه بنده خدای علی نامی میاد به بابا بزرگم میگه که حاج آقا این تلمبه تو میدی یه ساعت دست ما باشه، این تلمبه رو بعدش بیاریم تحویل شما بدیم. میگه آقا این اصلا دست منه، اگر یک ساعت دیگه نمیاری اصلا نبر. میگه آقا برمیدارم میارم، یه تلمبه است دیگه، چه ارزشی داره؟ میگه خب اوکی. آقا میاد و این تلمبه رو با بزرگ ما میگیره و آقا یه ساعتش میشه یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز نمیاره این تلمبه رو. میگه بابا جون این تلمبه رو چرا نیاورد؟ دایی میگه نمیدونم والا. دایی به بابا بزرگم میگه که حاجی اگه دیدیش من روم نمیشه به یارو بگم، تو یه فرصت کاملا مناسب، یعنی یه فرصتی پیدا کن که مناسب باشه یارو از دستمون ناراحت نشه، این تلمبه ما رو بردار بیار، این اصلا دستمونه، لازمش داریم فلان اینا. بابا بزرگم میگه باشه. آقا یه هفته این موضوع میگذره و این علی نامه میان توی کشتارگاه میبیننش. حالا اونجا مثلا میخوان گاوو بکشن، گاوا میان توی ریلای حرکت میکنن، یعنی حالت ریله، یعنی یه میله این ورشونه یه میله این ورشونه، تو صف گاوا میان حرکت میکنن توی این محوزه و میان میرن جلو، بهشون برق وصل میشه، بعد سرشونو میبرن، یعنی گاوه یه ذره بیجون میشه اینجوری، بعد سرشون رو میبرن، بعد دیگه میره واسه یه پوست کندن و فلان و این داستان. آقا یه دونه گاوه تو همون لحظه که اینا این علی نامه رو دیدن، این علی آقا رو دیدن، این بغل ریل وایستاده بوده، یه تیشرت قرمز هم تنش بوده، بعد هیچی، این مسئول متصدی که این برق رو اینطوری وصل میکره به این گاوه، یه دونه برق وصل میکنه به این گاوه که گاوه بیجون بشه. آقا این گاوه برق درست نمیخوره بهش، خب هیچی، گاوم وحشی میشه، ارو ریل میپره این ور، یهو میبینه این علیه هم جلوشه، بنده خدا دنبال این علیه میکنه، میزنه به این علیه، تیشرت قرمز هم تنش بوده، وحشی میشه تا میبینه میزنه به این علیه، علیه میخوره تو این قلابای کشتارگاه، میفته یه جویای حالت خونای گوسفند و گاو و اینا، از اونجا تو اون جوبه رد میشه میاد میره. خلاصه اینکه یارو میخوره به قلاب و مولاب و فلان و اینا، میفته تو این جوبه. آقا یارو همه کشتارگاه دورش جمع میشن، یارو ترکیده بود افتاده بود اینجوری اینجوری افتاده بود توی این جوبه خون، همه دورش جمع شدن گفتن که آقا خوبی، حالت خوبه فلان. یهو با بزرگ من گفت برید کنار، برید کنار گفت برید کنار، برید کنار، رو میاد میرسه به این علیه، یهو میگه که دولا میشه، علیه رو نگاه میکنه میگه علی آقا این تلمبه ما رو نمیخوای بیاری بدی؟ دایی میاد میگه بابا این فرصت مناسب بود، آخه تو حالا فرصت بهتره این پیدا نکردی بیاری به یارو بگی تلمبه ما رو نمیاری بدی؟ بکن یارو اینطوری داره جون میده، بعد با بزرگ هم اومد میگه علی آقا این تلمبه ما رو نمیخوای بیاری بدی؟ بعد بیار دیگه. وای وای دلم درد گرفت. آقا اگر این خاطره خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، واسه دوستاتون شیر کنید، دوستتون دارم شدید به مدت مدید، عاشقتونم، یاخچی کولر دارید و تا درودی دیگر، بدرود.